از نقد و بررسی سریال هفت تا سوتی های عجیب و غریب در این سریال، از بلا چاو بلا چاو بلا چاو تا پروفسور رضا کیانیان، از شترهایی با سرعت شترمر تا ازدواج دوباره اردلان، از دلیل ازدواج نکردن روحام آنی تا نقش پررنگ تر روحام در قسمت های بعدی، همه و همه در این قسمت از کانال 13. ما 8 نفریم، خیلی خفنیم، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، یکی به چخره ما شدیم 7، پس اسم فیلم شد 7. حالا سلام سلام یارو یاورم، ببخشید چی دارم اصلا یه لحظه رفتم تو جو سریال خانه کاغذی یا سرقت پول و فکر کردم پروفسور رضا کیانیانم و قراره به بچه‌ها دستور حمله بدم. چطوری رفقا، همه چی بر وفق مراده؟ ایشالله که باشه و همه جوره براتون آرزوی لحظات آروم و خوب و خوش دارم. خلاصه که امیدوارم خفن باشید و خفن بمونید. بیاید که توی این ویدیو میخوایم یک نقد و بررسی به سبک خودمون روی شاهکار این روزهای نمایش خانگی بزنیم و بخندیم و کلی حال کنیم. البته میدونم که این سریال قرار نبوده کمدی باشه، ولی به هر حال یه جور ساختن که ما نمیتونیم جلو خندمون رو بگیریم. یعنی رسما انگار جوکر تایم کیارش اسدی زاده است و ما نباید بخندیم و باید هیجان زده بشیم، ولی نمیدونم چرا خندمون میگیره. لعنتی اون 7 نفری که این سریال خانه کاغذی حمله میکنن به مقر مخفی اون یارو، اینقدر چریک و خفنن، اینقدر همشون کماندو و کار کشتن، قشنگ معلوم یک اسیریزی از خانه کاغذی رفتین ها. اما اول کاری اینو بگم که این 7 نفر اصلا تو ابعاد شخصیت اون سریال نیستن که بخوام برن یه جا و به یه مقر محافظت شده حمله کنن. یعنی اگه جا داشت فیلمنامه رو دوستان یه جوری می‌نوشتن که به بانک مرکزی حمله کنن. حالا بانک مرکزی که خیلی تخیلیه، نهایتاً مؤسسه مالی اعتباری چیز. یعنی اگه به من بود اینم برای این 7 نفر زیاد بود. به نظرم نهایتاً این 7 نفر میتونن یه قرعه‌کشی خانوادگی رو بهش دستبرد بزنن. از اینا که پول می‌ذارن هر ماه قرعه‌کشی خونه یکیان و اینا، نه مقری که با اون صد از حفاظتی داره محافظت میشه. البته چی بگم، ما که بعدمون نمیاد، چون این سریالا یا با خیلی خوب باشن که براش ویدیو بسازیم یا خیلی بد که یکم بهش بخندیم. خلاصه که برای ما هم بد نشد و سوژه داد دستم. خلاصه که رفقا جونم براتون بگم، سریال هفت ساخته کیارش اسدی زاده است، همون کارگردانی که سریال کرگدن رو ساخته و بازم همون کارگردانی که سریال دفتر یادداشت رو ساخته. یعنی همونقدر که ما توی ویدیو از دفتر یادداشت تعریف کردیم، توی این ویدیو جبران می‌کنیم. واقعا چطوری همونو ساختی همینو؟ یعنی هر چی فکر میکنم دفتر یادداشت خیلی خوبه و این سریال رسما افتضاحه. البته سریال هفت رو قبلا ساختم و تا حالا توقیف بوده، یعنی رسما کارگردان پیشرفت چشمگیری از 7 تا دفتر یادداشت داشت. البته سریال هفت شروع بدی نداشت و قسمت یکیش به عنوان اولین قسمت سریال خوب بود، بازی ها نسبتا خوب بود، فیلمنامه و اندینگ خوب بود و مخاطب رو برای قسمت بعد آماده میکرد. ماجرای این سریال هم از این قراره که چند تا دانشجو توی کمپ اردوی دانشجو با هم آشنا میشن، بعد با هم یک کسب و کاری راه میندازن، از طریق بنده خدایی ناخواسته با چند تا مواد فروش گنده آشنا میشن، درگیر یه سری مسائل میشن. تو همین حینی که از دوستاشون به نام اردلان کشته میشه و اونا تصمیم به انتقام میگیرن. قاعدتا شما که داری این ویدیو رو میبینی، سریال رو دیدی، پس داستان سریال خیلی توضیح نمیدم و میریم سراغ سوتیاش. اول یه سوتی از سریال بگم که مگه بابای اردلان تو زندان نبود و قرار بود چند روز دیگه اعدام بشه؟ آخه نامو سلمون رضا کیانیان که نقش بابای اردلان رو داره توی همچین ویلایی زندگی میکنه، اینقدر اسلحه و امکانات داره، اصلا همه چی به راه اونجا، اون وقت برای آزادی این آدم باید 4 تا دانشجو گلدیزون میکردن که اعدام نشه؟ خب ویلاشو میفروخت، نهایت این آدمی که از پس دیش برنمیاد باید توی واحد 50 60 متری تو خیابون استاد معین مستاجر باشه، نه توی همچین ویلای طرفای لواسون. یعنی رسما فیلمنامه از پای باورپذیر نیست و مشکل داره. جدا از این تو فیلمنامه اصلا معرفی کاراکترها خوب نبوده، از آقای تیمار بگیر تا تک تک خود بچه ها. یعنی تازه مخاطب یک کم با مدل دوستی اکیپی بچه ها آشنا میشد که اردلان کشته شد. یعنی هنوز کاراکتر اردلان برای مخاطب مهم نشده که بیننده بخواد سه انتقام بقیه کاراکترها رو درک کنه. بعد آقای اسدی زاده چه کاری که این دوستان 8 نفر باشن؟ بعد که وقتی یکی ازشون میپرسه شما که 8 نفرید، اردلان بگه ما دوتا یکیم. شما که 8 نفرین، چرا اسم گروهتون 7؟ شما دوتا یه نفریم. بعدم که اردلان کشته میشه تازه میشن 7 نفر. خب از اول میذاشته 8 منهای 1 یا مثلا خود 8 چی میشد؟ الان که جای اردلان باباش اومده میذاشته 8. بعد اینقدر این تایملاین ها یا خط زمانی ها رو عوض میکنه که باعث سردرگمی بیننده میشه. یکی برای زمان حاله که تو دادگاه هن، یکی واسه بعد از مرگ اردلان، یکی روز مرگ اردلان و یکی هم قبل از مرگ اردلان. یعنی اینقدر افتضاح این تایملاین ها عوض میشن، جابجا میشن و نابجا به بیننده نشون داده میشه که باعث سردرگمی بیننده میشه. حالا که کار به اینجا رسید خدمتتون عرض کنم که تدوین این کارم خیلی رو مخه.
علاوه بر رومخی بسیار تصنعی و حال آدم رو جایی میگیره. شما این نگاهی به فضای دادگاه کنی میبینی که پرده‌های سبز و کروماکی رو نتونستن تو تدوین درست در بیارن. آقا اصلا یه کاری کن، بیا تدوینگر ما درست در آوردن رو بهتون یاد بده. به خدا رایگان این کارو میکنه که یاد بگیر چجوری سکانسر میتونید درست در بیارید. حالا که حرف از دادگاه شده، اینا میگن که جدا از صدای زیبای قاضی که کلا آدمو میاره تو رادیو یا فیلمای آلن دلونی، سوالی برام پیش اومده که تو کدوم دادگاه متهم رو با جان صدا میکنن که قاضی میگه سلام امیر جان. سلام امیر جان. سلام. عزیزم بگذارید قبول، این هفت نفر افتادن دنبال انتقام، ما هم پذیرفتیم. لعنتی مگه اینا 8 تا جوون نبودن که برگرای خوشمزه درست میکنن یا سیب زمینی میدادن با قارچ و پنیر دست ملت؟ چی شد یو اینا یه گروه چریکی شدن هفتیرکش؟ نکنه با اون 4 تا تمرین کماندویی که بابای اردلان بهشون دادن قخفن شدن؟ اینو نمیفهمم این تمرین واره چی بود. شما که تهش با اصله رفتید تو، تازه اون گفت این ور برو تو هم رفتی اون ور، یعنی خار مادر هماهنگی رو با هم وصلت دارید شما. یعنی اون صحنه حمله شما بغر تیمار خیلی شخمی بود. این همه کماندو بازی که میگم باورپذیر نیست و آدمو یاد سریال خانه کاغذی میندازه. بازم حداقل اونا دزدی، قاتلی، زندانی، جانی چیزی بودن دور هم جمع شدن. شما 4 تا جوان تازه فارغ التحصیل بودین که داشتین هاتدگ تنوریتون رو میفروختین. حالا واسه ما شده هفتگی کش. بابای اردلان هم آدم حسابی بوده. حالا انگوش قطع میکنه به همین راحتی واسه اون قطع کنه. به ما چه؟ بذار به پاچه. خونشو میگم وقتی انگوشو قطع میکنه. ولی اینو کجای دلم بذارم که زن اردلان از کبد جسد اردلان نمونه برداری کرد گرفت و فهمید بهش مواد دادن. این گروه هفت همه کار میکنن، از آشپزی تا باز کردن کبد و تیراندازی و خف کردن و خالی کردن آب و حوض و اینا. بازم از چیزایی که تو کت ما نمیره غیب شدن شتراست که خودش یه فیلم هندیه که تو کویر تو عرض چند دقیقه تو محلی که همه چیز زیر نظره شترا غیب میشه. بعد از این سریال ما رفتیم سرچ کردیم، دیدیم که اگه یک شتر بدون نهایت 65 کیلومتر بر ساعت میتونه بده، بعد تا طرف روشو برمیگردن شترا غیب میشن، یه جوری که با ماشین هم پیداش نمیکنن. جلل اونم تو کویر که اصلا جایی برای قایم شدن نیست. تا حرف از سوتی، یه سوتی هم از قسمت اول میگم که بعضیا میگن شاید دلیلی داشته باشه، اما من نمیتونم دلیل تصور کنم براش. اونم قسمتی که اردلان از باران داره خواستگاری میکنه، خودش تو دستش حلقه است. این مدل جدیده، این تو قبلا زن داشته، چجوری بوده زودتر دستش کرده اینا. حالا نمیدونم به تیتراژم دقت کردید یا نه، اما آقای محمد امین که نقش روحامو بازی میکنه هم طراح پروژه است، هم تهیه کننده کاره و احتمالاً نقش توپلی داشته باشه. تا صحبت از تیتراژ شد، اینم بگم که خدایش تیتراژ رو هم خیلی یلخی زدن رفتن، چه تیتراژ ابتدایی چه انتهایی. یعنی هر چقدر دفتر یادداشت تو این چیزا خوبه، این سریال نه. راستی دلیل ازدواج نکردن آنی و روحام هم که یکی دو بار آنی بهش اشاره میکنه و روحام تیکه میندازه، دلیلش این نیست که روحام آدم نگیری، دلیلش اینه که آنی از ارامنه عزیز و دینش مسیحه و روحام چون مسلمونه نمیتونه با هم دیگه ازدواج کنه. از همه اینا که بگذریم، این همه بازیگر خوب تو تبلیغاتتون هست، پس اینا چه قراره بیان؟ نکنه دارید مهدویان بازی در میارید و جواد عزتیتون گذاشتید واسه فصل بعد؟ یعنی بابک حمیدیان و امیر جعفری و نیکی کریمی و پانتو و بهرام چه قراره بیان و چه قراره که شخصیتشون برای بیننده تعریف بشه؟ دیگه خود خدا میدونه. ما این ویدیو رو برای 5 قسمت اول سریال ساختیم رفقا و سعی کردیم به سبک خودمون و با مدل نگاه خودمون باشه و نقد و بررسیش کنیم. در آخرم توی یک جمله این سریال بخوام میگم، تا الان حرفی برای گفتن نداشته و امیدوارم که شما از این ویدیو خوشتون اومده باشه. مرسی که تا این لحظه همراهمون بودید. برای اینکه کانال ما رو از لحاظ معنوی حمایت کنید، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و برای اینکه از لحاظ مادی حمایت کنید، دکمه تنکس رو هم برای عزیزان اون ور آبی گذاشتن. حتما از بقیه ویدیومو دیدن کنید. تا یه ویدیو دیگه از کانال سیزم مراقب زیباییاتون باشید و خداحافظ شما.